سیاست‌های کمتر شناخته شده ویکی‌پدیا توسط جناب آقای امیر سرآبادانی. تشویقشون بفرمایید. سلام، من امیر سرآبادانی هستم. می‌خواستم یکم وقتتون رو بگم در مورد ویکی‌پدیا. ویکی‌پدیا که همتون می‌شناسید، ولی روی موضوعی می‌خوام کار کنم که شاید کمتر می‌شناسید. من برای ویکی‌پدیا آلمان کار می‌کنم و البته از تهران و مقالوش فکر میکنم 10 سالی است که کاربر ویکی‌پدیا هم و مقاله توش می‌نویسم. اول از همه بذار توضیح بدم که قوانین ویکی‌پدیا چجوریه. قوانین ویکی‌پدیا 4 مرحله که بخش اولش 5 بنیاده. 5 بنیاد همیشه باید اعمال بشه، هیچ وقت عوض نمیشه. 5 تا قانون اصلیه. شاید هر کدومش هم مثلا توی یه خط بشه نوشته. و مرحله بعدی سیاست هاست که سیاست ها اگر انجامش ندید ممکنه دچار مشکل بشید، ممکنه اتفاق بدی براتون بیفته، ولی اگر حالا انجامش 2-3 بار هم اشتباهی انجامش ندادید میتونیم چشم پوشی کنیم. بعدش رهنمود هاست که انفورسمنت پایین تری داره، خیلی باهاتون کنار میان تا جایی که جا داره، میگن که حالا اگر اینو رعایت نکردید حالا 2-3 بار اول اوکیه ولی ترجیحاً رعایتش کنید. و این شاست که کلاً کاربرا می‌نویسن اصلا لزوم اجرایی نداره. خب بذارید اول درباره 5 بنیاد بگم، یعنی 5 تا چیزی که هیچ وقت عوض نمیشه درباره ویکی‌پدیا. 1، ویکی‌پدیا دانشنامه دایره‌المعارفه. لینکدینی نیست، وبلاگ نیست، لینکدین نیست، محل بارگذاری پرونده نیست. همه اینا رو بذارید کنار و بگید که این یه دایره‌المعارفه. 2، دیدگاه بی‌طرف. حالا آها یه چیز مهمی باید بهتون بگم. شما می‌بینید توی پرانتز من یه خلاصه نوشتم، وب 2 نقطه نیست. اگه شما برید تو ویکی‌پدیا سرچ بکنید، بخش سرچ بالاش و اینا رو بنویسید، به خود مقاله سیاست ریدایرکت میشید. اینا خلاصه اونن و ما خودمون مثلا می‌خوایم بحث بکنیم، میایم میگیم که مثلا شما دبت رو رعایت نکردید، یعنی دیدگاه بی‌طرف رو رعایت نکردید. بعد دومیش دیدگاه بی‌طرفه. دیدگاه بی‌طرف میگه که ما لحن خونسا باید داشته باشیم. خلاصش اینه که ما باید توی مناقشات رو باید پوشش بدیم، ولی توی مناقشات درگیر نباید بشیم. دومی که محتواش باید آزاد باشه و آزاد بمونه، این حق تکثیرشه. شما نباید مطلبی که حالا انحصاری مالکیتی کپی کنید. دومی که به دیگران احترام بگذارید، نزاکت رو رعایت کنید توی حرف زدنتون، چون کامیونیتی داره که همیشه توش مناقشات زیاده و همیشه توش بحث میشه و این باعث میشه که همیشه یه سری حالا سوء تفاهمات اتفاق بیفته. مثلا من بگم شاید بالای 100 تا کاربر من فقط بستم سر این که مثلا به یکی دیگه یه حرف بدی زده بود. و سومین و آخرین چیز اینه که هر چیزی بجز این 5 تا میتونه تغییر پیدا کنه، یعنی شما میتونید برید بحث کنید، اجماع کنید و کامیونیتی رو راضی کنید و در نهایت اون قانون عوض بشه. حالا سیاست ها، یه نکته در مورد سیاست ها باید بهتون بگم. سیاست های ما مثل قوانین مدنی سفت و خشک نیستن، یه توضیح خیلی مفصلی دارن که اصلا برای چی ما باید این قانون رو استفاده کنیم، قانون چه شکلی هست. مثلا اولین قانون، یکی از قوانین خیلی جالبش اینه که از همه قوانین چشم پوشی کنید. یعنی اگر احساس میکنید یک قانونی داره به بهبود ویکی‌پدیا ضربه میزنه، شما خیلی راحت میتونید بگید که اصلا من این قانون رو ایگنور میکنم و اصلا کاری به این کار قانون ندارم و بهبود ویکی‌پدیا بر من مهمتره. و مثلا در مورد دبت یا همون دیدگاه بی‌طرف خودمون، یک چیزی هست بهش میگه که دیدگاه، میخواد توضیح بده، میگه که آقا مثلا برای چی ما باید دیدگاه بی‌طرف داشته باشیم. بعد میگه آقا یه دیدگاه ضد اخلاقی وجود داره، مثل نجات پرستی یا عقاید ضد زن، آیا واقعا لازمه در مورد اینا مثلا ما خونسا باشیم؟ و پوینتش میگه که توضیح میده، میگه آنان که عقاید نجات پرستانه یا امثال آن دارن مسلما طرز فکرشان را بر اساس یک مقاله جانبدارانه که آنها را در موضع دفاعی قرار دهد عوض نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر ما سعی بلیغ مبذول داریم که سیاست بی‌طرفی خود را همواره اعمال کنیم، ممکن است به صاحبان عقاید انجا برانگیز دیدی بدهیم که موجب دست کشیدن ایشان از آن عقاید شود. یعنی توی این متن مسئله که قانونه، توی قانون داره توضیح میده که برای چی ما این قانون رو داریم. اصلا
شاید بگم خیلی توضیح مفصلی داره، مثال داره، حتی مثلا نقل قول داره. توی حمله شخصی ممنوع، یکی از سیاست‌های ما وب حمله، ما میگیم با این کوتیشن شروع میشه: بزرگان درباره ایده ها بحث میکنن، انسان‌های معمولی درباره اتفاق ها، حقیران درباره آدم ها. مال الینور روزولت که همسر تئودور روزولت بود. بعد رهنموتاش، رهنموتها، یکی از رهنمودهایی که ما داریم میگه آقا جسور باشید. شما خیلی هم میبینیم که یک کاربر تازه وارد میاد میگه که میتونم من این کار بکنم، آره برو انجام بده، اصلا کار ما نش. اگر فکر میکنید این کاری که دارید انجام میدید درسته، برید انجامش بدید. از کسی اجازه نگید، منتظر اجازه کسی نمونید. فهم یا فرض حسن نیت یه قانونیه، میگه که شما اگه کسی بهتون پیام داد، اگر کسی بهتون ایراد گرفت، اگر با شما داره مناقشه میکنه، فرضتون بر این باشه که اون آدم خوبیه، فرضتون باشه که حسن نیت وجود داره، هیچ فرد مثلا مزدور نیست، زاپاس نیست. دوتای بعدی رهنمودهای کاملا شناخته شده این، یکیش کپی نکنید، یعنی از جایی کپی نکنید تو ویکی‌پدیا، و سومیشم تعارض منافع، یعنی درباره شرکت خودتون، درباره خودتون، درباره کسایی که باشون میشناسید مقاله ننویسید. این دوتا خیلی هم شناخته شدن، ولی چون اهمیتش زیاد بود گفتم دوباره بگم. و جالبتر از همه، با چماق به استقبال تازه واردان نروید، یا وب چماق. یعنی اینکه اگه یه کاربر تازه واردی اومد، لطفا نرید بزنید تو سرش که آقا مثلا من این مقالات این مشکل رو داره. برید خودتون درست کنید، با یه لحن خیلی مؤدبانه توضیح بدید که آقا این چرا اینجوریه. خب من یه سوال میخوام بپرسم، شما احتمالاً کدومتون تو ویکی‌پدیا ویرایش کردید تا حالا؟ خب خوبه، تا حالا تذکر براتون تو صفحه بحثتون اومده؟ اونا که تذکر اومده دستشون ببرم بالا. خوبه، دو نفر. خب معمولا یه اتفاقی که میفته، یه کسی که یه مقاله میسه سریعا برشون تذکر میاد که آقا این کارو نکن. و یه سری دیگه هست که مثلا یه سری آدم ها مینویسن، میگن که آقا مثلا این بس خودمون دیدمون از این سیاست اینه، ما مینویسیم که به بقیه کمک کنیم. یکیش انشاست، یعنی انشاست. یه انشا داریم، از همه قوانین چشم پوشی کنید یعنی چیه؟ یعنی اینکه شما همیشه نمیتونید از این قانون که سیاست ما بود استفاده کنید و بهش بگید که آقا مثلا من میخوام کپی رایت رو نقض کنم برای اینکه بنه به حدود ویکی‌پدیا کمک میکنم. شما اتفاق جالبی براتون نمیفته، احتمالا با قطع دسترسی شروع میشه. دوم اینکه از عقل سلیم استفاده کنید، منطق داشته باشید، دنبال این نرید که قانون دقیقاً چی میگه، دنبال این نرید که بگردید ببینید این کارتون درسته یا نه، فکر کنید آقا مثلا به این دلیل به اون دلیل من فکر می‌کنم این کار درسته، توضیح بدید و بعد در نهایت این احتمال خیلی زیاد مورد پذیرش قرار میگه اگه قانون مشکل رو قانون درست میکنن. و یکی اینکه روک باشید و یه سیاست دیگه‌ای که روک نباشید، اینا هم وجود داره. و بعد هرکون توضیح میدن که تو چه کیسی شما باید روک باشید و تو چه کیسی نباید روک باشید. به غیر از اون ما یه صفاتی داریم به اسم طنزها، یکیش ویکی اژدهاست. در واقع ما تو دنیای ویکی‌پدیا که مثلا کاربران مختلفی داره، ما تقسیم بندی داریم برای خودمون، میگیم که یه سری کاربران ویکی اژدهان، یه سری کاربران ویکی شوالیان. مثلا توی ویکی اژدها توضیح میده که این چیه، این مقاله، یعنی مقالهش که صفحه ویکی‌پدیا اژدهاست، یه شباهتی به مثلا مقاله خود یه دایناسور داره. بعد نمیشه این عکسو شما میتونید ببینید الان، یه نمیشه یک ویکی اژدها در حال حمله به یک ویکی شوالی. حالا ویکی شوالی که ویکی شوالی کسی که نگهبانی میکنه تغییرات اخیر رو، ویکی اژدها کسیه که نشسته توی خونه خودش، مثلا هر از گاهی ماهی یه باری حمله ور میشه، 100 تا مقاله میسازه، بعد دوباره میره به خواب زمستونی تا بعدش. بعد یک چیز دیگه که داریم، یه صفحه است وب دو نقطه مقالات عجیب. برید توی این صفحه حتما و مخصوصا انگلیسیشو بخونید. من 3 تا کیس جالبشو پیدا کردم. یکی اینه، فهرست مخترعانی که به اختراع خودشون کشته شدن. دومی سال 2038. سال 2038 اینه که نمیدونم اینو میدونستید یا نه، ولی خیلی از کامپیوترها سال 2038 دچار مشکل میشن، چون زمان یونیکس از سال 1970 شروع میشه، تعداد ثانیه هایی که از 1970 شروع میشه، اگر یه متغیر 32 بیتی باشه این سال 2038 تموم میشه، و اگر بخواید شما تاریخی توش ذکر کنید که بعد از سال 2038 دچار مشکل میشید. و جالبتر از همه فرست 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 هاست. یه مقاله تو ویکی‌پدیا انگلیسی هست، لیست آف لیست آف لیست.
حالا چیه؟ مثلا من میخوام فهرست ستارگان رو بسازم. خب 3000 تا ستاره داریم، نمیتونیم مقالهشو بسازیم. پس چیکار میکنیم؟ یه مقاله میسازیم به اسم فهرست ستارگان صورت فلکی دو بکبر. خب حالا این فهرست رو ساختیم. بعد اینو میایم همه اینا رو، فهرست ستاره‌های مختلف و فهرست‌های مختلف رو میذاریم توی صفحه به اسم فهرست ستارگان. بعد حالا همه اینا جمع میشن توی صفحه به اسم فهرست‌ها. و جالبتر از همه، جالبتر اینه که ما یه نمیدونم میدونید یا نه، تعداد کاربرانی که بالای 100 ویرایش در ماه گذشته داشتن خب تعداد کاربرانی که بالای 100 ویرایش داشتن توی ویکی‌پدیا فارسی در ماه گذشته چند نفر بوده؟ اینو میدونید؟ یه عدد میتونید بدید؟ توی ویکی‌پدیا فارسی 100 تا ویرایش بیشتر داشتن. یه کاربری که چند تا کاربر توی ویکی‌پدیا فارسی از 100 تا ویرایش بیشتر داشتن؟ چند؟ 20 تا؟ خب 70. خب 98 کی بود؟ 100 گفت؟ آفرین. بعد خب البته این پارسال 88 بود، اگه یادتون باشه، شما تو کنفرانس سال قبل بودی، خب یه افزایشی داشتیم از 88 رسیدیم 98، ولی فکر می‌کنم همون 10 تاش هم زاپاسن. ولی به جز اونش اینجوریه که ویکی‌پدیا توسط تعداد زیادی کاربر ساخته میشه که خیلی دیووتدن، خیلی سعی میکنن تا جایی که جا داره مقاله بنویسن، فکر و ذکرشون همش ویکی‌پدیاست، شب خواب ویکی‌پدیا رو میبینن. من البته حتی برای این صفحه، یعنی اگه شما برید وب دو نقطه اعتیاد، یه تست داره میگه که شما مثلا اگر 100 امتیاز بالاتر بیاری تو این تست، حتما احتمال خیلی زیاد شما یه معتاد به ویکی‌پدیا حساب میشید. من چند از خوباشو جدا کرده بودم، ولی تو حالا اعتیادش مثلا یکی سوال این بود، آیا شده تا به حال یهو از خواب بپرید به فکر این که آیا تو آخرین ویرایشتون دیدگاه بی‌طرف رو رعایت کردید یا نه، یا آیا تا حالا موقع غذا خوردن ویرایش کردید؟ خیلی کیسای شبیه این داره، حتما برید این تست رو انجام بدید. اگر ویکی‌پدیا نیستید باز براتون خنده‌دار خواهد بود. مثلا اینکه میگه آیا سعی کردید تا حالا مجلات رو ویرایش کنید، مثلا ببینید یه اشکالی داره ویرایشش کنید. و یه صفحه دیگه هم داشتیم به اسم ویکی اجدها، میگه که مثلا تعریفش از سیاست اینه، سیاست متن نیست، قانون نیست که کاربران عادی از فهم آن عاجزند و مدیران نیز در فهم آن اختلاف دارند. نوع پیشرفته از چاقوی سوئیسی که با آن هر کاری میتوان کرد و هر نظری را پیش خواهد میتوان برد. همگان دائما در حال نقض حداقل یک سیاست هستند، اما خودشان خبر ندارند و مدیران هم جز در موارد خاص حوصله پیگیری ندارند. خب حالا من میرسیم بخش نهایی. سوالی دارید درباره اینکه اصلا سیاست ویکی‌پدیا چجوری هست؟ چه سیاستی هست که شما نمیدونستید یا میخواید بدونید یا براتون جالبه بیشتر براتون توضیح بدم؟ در مورد سرشناسی، این که چه حتی آدم های معروف هم ترسش هی به سرشناسیشون گیر میدن، حضم میکنن با اینکه منابع معتبر از کتاب هم میاریم، ولی بازم میگن که رهنمونه اینجوری رو. خب ما یه رهنمود یه خطی برای سرشناسی داریم، میگه اگر آقای ایکس توی ویکی‌پدیا مقاله پیدا بکنه و این باعث معروف‌تر شدن اون آدم بشه، پس من برای اون آدم سرشناس نیست و نباید مقالهشو بسازید. خودکار اینه که اگر شما برای کسی مقاله میخواید بسازید که معروف‌تر بشه، اون آدم معروف نیست به اندازه کافی. ولی در کل حالت خیلی مفصلش اینه که شما باید یه سری منابع معتبر داشته باشید که در مورد اون شخص یا حالا اون موضوع صحبت کرده باشن و تفصیل توضیح داده باشن. حالا منابع معتبر هم چیان خودش میاد تو سیاست‌ها توضیح داده میشه که مثلا وبلاگ، فیسبوک، هر چیزی که بدون ریویو بتونه چاپ بشه منابع معتبر حساب نمیشه، منابع دست اول هم باز حساب نمیشن و یه بحث همیشه پیش میگه. کلا من توصیه میکنم به کاربران قدیمی تو این زمینه اعتماد کنید، چون اونا 6-7 تا پیرن بیشتر از ما پاره کردن. خب سوال دیگه؟ یعنی این قصد بیکی بده برای همتون واضحه، هیچ مشکلی نداری؟ خب پس چه ویرایش نمی کنید؟ یه چیز دیگه هم که تبلیغی که گفتم که ساعت 2 ما یه کارگاه داریم در مورد اینکه ویکی‌پدیا چجوری ویرایش بکنیم اگر اینترنت جواب بده بهمون.
و اونجا سیاست‌های اصلی رو، من اینجا سیاست‌های خیلی کمتر شناخته شده رو داشتم توضیح می‌دادم، ولی سیاست‌های اصلی اونجا بیشتر توضیح می‌دیم، یعنی که دیدگاه بی‌طرف یعنی چی دقیقاً و مثلا تاییدپذیری یعنی چی، حمله شخصی ممنوع یعنی چی، اینا همه رو اونجا سعی می‌کنیم توضیح بدیم و اونجا می‌تونید اگر واقعا می‌خواید با ویکی‌پدیا آشنا بشید کاملاً اونجا ببینید. ولی اینا می‌خواستم بگم که سیاست ویکی‌پدیا خیلی زیادن، یعنی حتی مدیرا هم کامل نخوندنشون. ما می‌تونیم ببینیم مثلا مدیرا میرن اونجا و می‌بینن که مثلا یه من دیدم که مثلا مدیری اصلا سیاست رو رعایت نکرده و اون مدیر سیاست اصلا نمی‌دونسته. واقعا سخت نیست، خودتون شروع کنید یواش به سیاست روی خودتون یواش یواش بهتون میگن، تذکر میدن، یاد می‌گیرید، یه چند بار هم احتمالاً بسته میشید. خب ممنون.